کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طی نشستی در جده در عربستان سعودی از ایران خواستند به دخالت در امور داخلی سوریه پایان دهد. شش کشور عضو این شورا همچنین از جامعه جهانی می‌خواهند برای حفاظت از غیر نظامیان سوری تدابیری اتخاذ نماید. شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای که پس از پایان این نشست منتشر شد، حکومت دمشق را به علت استفاده از سلاح‌های سنگین از جمله تانک و هواپیما برای سرکوب مردم سوریه و به گفته بیانیه قتل عام غیر نظامیان محکوم کرده است. این روزها بیش از پیش نام ایران در کنار نام اسد به عنوان حامی اصلی رژیم دمشق برده می شود. در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس به این دو کشور در کنار یکدیگر به عنوان دخیل بودن در بحران کنونی سوریه اشاره شده است. در این باره در یک گفتگوی تلفنی با دکتر علیرضا نوری‌زاده در آغاز درباره علل گره خوردن سرنوشت مردم ایران با حکومت بشار اسد پرسیدم. دکتر نوری‌زاده در لندن: به طور قطع جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین خطاهای استراتژیک میگویم و نه فقط سیاسی خود رو در رابطه با سوریه انجام داد. اما اگر به عمق قضیه بنگریم میبینیم جمهوری اسلامی گزیری هم جز این گزینه نداشته، به جهت اینکه در نزد اپوزیسیون سوریه آبرویی نداره، اعتمادی بهش ندارن به خاطر عملکرد 30 و چند سالش دست در دست رژیم سوریه، و در این حال از دست دادن رژیم سوریه مثل درست از دست دادن یه توأم، یک این دو قلوهای ایرانی و سوری چنان به هم چسبیدن که من بارها گفتم از هم جدا کردن اینا کار بسیار مشکلیه، و اگه یکیشون در واقع بمیره یا یکیشون سرنگون بشه، تأثیرش روی آن دیگری بسیار مهیب و سنگین خواهد بود. اما خب میدونیم در طول انقلاب مردم سوریه و این خیزش، کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی و قطر حامی مطلق مخالفان بشار اسد بودند و امروز هم همه کمک‌های مالی و حتی تسلیحاتی از طریق عربستان سعودی، قطر و ترکیه به دست مخالفان بشار اسد می‌ره. اینه که هم عرض قرار دادن جمهوری اسلامی با رژیم سوریه چندان دور از ذهن نیست، و در این حال خود کشورهای حاشیه خلیج فارس از مداخلات جمهوری اسلامی به سطوح آمدند و مکرر در نشستاشون این مداخلات رو محکوم کردند. آقای دکتر نوری‌زاده، برخی گزارش ها و حتی در یکی دو مورد توجه کردید که از نفرات سپاه پاسداران گفته شده که این سپاه در عملیات به صورت نظامی در داخل سوریه شرکت داره. این در واقع میشه گفت که جنگ علیه کشورهای عرب، ترکیه و به طور غیر مستقیم جنگ علیه آمریکاست. جمهوری اسلامی حداقل به آنچه در سوریه میگذرد به عنوان سنگر اصلی درگیری و رویارویش با ایالات متحده و اسرائیل و همطور کشورهای محافظه‌کار عرب نگاه میکنه، و بر این باوره که اگر در این سنگر شکست بخوره، شکست‌های بعدی یکی بعد از دیگری خواهند اومد. خب نگاه کنید، جمهوری اسلامی براش حزب‌الله اهمیتی داره در حد اهمیت سپاه پاسداران، به معنای دیگر آنقدر ارزش داره آقای حسن نصرالله برای آقای خامنه‌ای که وقتی فرزند نصرالله دچار سرماخوردگی میشه میگن آقای خامنه‌ای تب میکنه، و بنابراین میخوام بگم این رابطه تنگاتنگ در نبود رژیم بشار اسد که این سرپل‌ها رو برای رژیم فراهم کرده برای ورود به لبنان و به قضیه فلسطین، این برای رژیم بسیار سنگین خواهد، و امروز ما مشاهده میکنیم که رژیم نه فقط از نظر مالی و از نظر آموزشی و در واقع حمایت‌های معنوی، بلکه عملاً به عنوان حمایت‌های نظامی در سوریه حضور داره و تعداد زیادی از افراد سپاه امروز در سوریه مستقیماً در این درگیری‌ها حضور داره. آقای دکتر نوری‌زاده، به طور کلان نگاه بکنید، به عنوان کارشناس فکر میکنید یک لحظه میتونید تصور بکنید که نظام بشار اسد مانند پدر حافظ اسد بر این قیام مردمی پیروز بشه و همه چیز به حالت عادی برگرده؟ به هیچ روی. من هم از روی تجربه خودم و هم از شناختی که از مردم سوریه و از مخالفان اسد دارم به شما اطمینان میدم سوریه دیگر جایی برای حکومت آل اسد نخواهد بود.
ببینید فقط در ماه اوت 5000 تن کشته شدن. این رقم رقم ساده نیست. تصورش رو شما بکنید که این رقم میتواند در یک انقلاب سرتاسری روی بده، ولی در یک ماه فقط در سوریه 5000 تن کشته شدن و این به نظر من راه رو برای بقای اسد بسته. ضمن این که وقتی رژیم مخالفانش رو تروریست میخوانه و معتقده که اینا همه تروریستن، چگونه میشود انتظار یک راه حل سیاسی رو داشت؟ جمهوری اسلامی هم برای این آتش نفت میریزه به جای که در فرونشاندنش کمک بکنه و اخیراً دیدیم در کنفرانس غیر متحده در تهران چه آبروریزی برای جمهوری اسلامی پیش آمد، برای اینکه حتی نخواستن به حرفایی که رئیس جمهوری مصر میزنه این حرفا رو درست منعکس بکنن، چون اسم سوریه در اون بود. آقای دکتر نوریزاده در لندن، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید. ممنونم آقای نوریزاده.